دلهوره، این تنها واژه‌ای است که می‌تواند وضعیت این روزهای آنها و دوستانشان را تعریف کند. حالا صهیونیست‌هایی که چند روز پیش با غرور از جنایتشان در حمله به کنسولگری ایران در دمشق دفاع می‌کردند، در وحشت انتقام به سر می‌برند. واشنگتن نیز خود را برای پاسخ ایران به اسرائیل آماده می‌کند. این موضوع را یک مقام ارشد آمریکا به شبکه CNN گفته است که واشنگتن در وضعیت هشدار بالاست و فعالانه خود را برای حمله قابل ملاحظه جمهوری اسلامی ظرف هفته آینده و یا پس از آن آماده می کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام اسرائیل گزارش داده است که این رژیم مسئول حمله به کنسولگری ایران در دمشق است، اگرچه به روال همیشگی خود رسماً مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را به نقض منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی متهم کرد و خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. گرچه نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در این نشست تأکید کرد که واشنگتن در حمله به کنسولگری ایران در دمشق هیچ دخالت یا اطلاعاتی از قبل نداشته است، اما پیش از آن در رفتاری متناقض یک مقام ارشد آمریکایی ادعا کرده بود که اسرائیل این موضوع را مستقیم به آمریکا اطلاع داده است. در حال حاضر سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در سراسر جهان با سطح هشدار بالا در برابر تهدید احتمالی علیه دیپلمات هایش در حالت آماده باش هستند. همچنین یک مقام ارشد دولت جو بایدن به خبرگزاری رویترز گفته است تیم هایی از دو کشور در تماس مرتب با یکدیگرند و امریکا کاملا از دفاع رژیم صهیونیستی در قبال تهدید ایران حمایت می کند. CNN شامگاه جمعه 17 فروردین در این باره گزارش داد که مسئولان امریکایی و اسرائیلی بر این باورند که حمله ایران در پاسخ به بمباران ساختمان کنسولگری این کشور در دمشق حتمی خواهد بود. روز گذشته رژیم صهیونیستی سیستم موقعیت‌یاب ماهواره‌ای را در بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های اشغالی مسدود کرده تا امکان مختل کردن حرکت موشک‌ها و پهپادهای مبتنی بر موقعیت‌یاب ماهواره‌ای مهاجم را داشته باشد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم درخواست ارتش رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان سراسیمه به فروشگاه‌ها هجوم بردند و در تلاشند تا مواد غذایی ذخیره کنند. به گفته برخی کاربران اسرائیلی شبکه‌های مجازی، تقریباً هیچ شهرک‌نشینی وجود ندارد که نسبت به پاسخ ایران مطمئن و وحشت‌زده نباشد.